بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه مخاطبین روزنامه فرهیختگان. در ادامه گفتگوهایی که همیشه داشتیم، امروز میزبان آقای رضا صیادی، مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران هستیم و قرار هستش که در ارتباط با مسئولیت ها، اقدامات، فعالیت هایی که توی این دوره از مدیریت شهری این سازمان به عهده گرفته و تا اینجا انجام داده، باشون گفتگویی داشته باشیم و یک سری سوالاتی که احتمالاً سوالات خیلی از شهروندان هست و البته رسانه ها از ایشون بپرسیم. آقای صیادی سلام عرض می‌کنم خدمت شما. علیکم السلام، سلام خدمت شما و مخاطبان خوب روزنامه فرهیختگان، در خدمتتون هستم. سلامت باشید، خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، تشریف آوردید. من خیلی میخوام، چون زمانمونم خیلی طولانی نیست، من شاید سوالام جوابش خیلی طولانی باشه از نظر شما، مفصل باشه، ولی خواهش میکنم که حالا شما مقداری کوتاه‌تر و جامع‌تر جواب بدید که ما از سوالات بیشتری بتونیم ازتون بپرسیم. ابتدا چون قبل اینم داشتیم با هم صحبت میکردیم، یه توضیحی درباره اقدامات و مجموع فعالیت‌های خود سازمان بفرمایید، چون شاید برای مخاطبین ما یا حتی برای خیلی از ماها هم وظایف سازمان زیباسازی محدود به بیلبوردها و این نمای شهری و اتفاقاتی که توی شهر حداقل بروزاتش در سطح همین بیلبوردها و غیره و اینها باشه. آیا فعالیت ها محدود به همین هاست یا نه اقدامات گسترده تری هم توی سازمان زیباسازی اتفاق میفته که حتما مهمتر از این اقدامات هم هست؟ بله، عرض کنم محضرتون که سازمان زیباسازی طبق اساسنامه مسئولیت اصلیش حفظ سیما و منظر شهریه، یعنی هر عنصری که در سیما و منظر شهری مؤثره سازمان زیباسازی میتونه در این حوزه دستورالعمل صادر کنه و سیاست گذاری کنه و خب بازوان اجرایش تر از شهرداران مناطق 22 گانه هستن و یه بخشی هم که خود سازمان شأن اجرایی داره. من اگر بخوام خلاصه خدمتتون بگم، سازمان در دو بخش خدمات شهری و حوزه فرهنگی مسئولیت داره و در چارت شهرداری تهران ذیل معاونت خدمات شهریه. دلیلش هم اینه که حوزه هایی سازمان کار میکنه که بخشش خدمات عمومی که به شهروندان بعد داده بشه، مثلا تصور کنید حوزه مبلمان شهری. درست. در حوزه مبلمان شهری سازمان زیباسازی هم سیاست گذاری میکنه، هم عرض کنم که تولید میکنه، هم توزیع میکنه و مناطق 22 گانه رو در این حوزه به راهبری میکنه. یا یکی دیگه از کارهایی که انجام میده سازمان، مرمت آثار تاریخی که حائز اهمیت فرهنگی و تاریخی است. خب ولی ویترین سازمان طبیعتاً تبلیغات محیطیه و غالباً سازمان زیباسازی رو به همین بیلبوردها و عرشه پل‌ها و حالا سازهای تبلیغات محیطی میشناسن. طبیعی هم هست چون شأن ویترینی داره و خب بیشتر با مردم در ارتباط هست. توی این حوزه هم سازمان به هر حال هم در حوزه محتوا و هم در مدیریت سازه های تبلیغاتی، نگهداشت اونها، جانمایی اونها و به هر حال حفظ تعداد سازه های تبلیغاتی در تهران کار میکنه. حالا این خلاصه مختصری بود از وضعیت سازمان. خودتون بخواستم بگم این جمله رو که ویترین نه تنها سازمان زیباسازی است، ویترین مجموعه مدیریت شهری هم شاید به نوعی همین اقداماتی هستش که سازمان زیباسازی انجام میده، خصوصا باز در ارتباط با همین تبلیغات محیطی. یه سوالی که همیشه وجود داشته و داره، خصوصا تو ادوار قبلی محل انتقاد خیلی ها هم بود، این هستش که یا بسیار کمکاری اتفاق میفته در زمینه تبلیغات محیطی به خاطر اثرگذاری زیادی که روی نگاه شهروندان نسبت به زیست شهریشون داره. به هر حال شما تو تهران خصوصا ساعت‌های زیادی رو توی خیابون هستیم به خاطر ترافیک و درگیری‌های مختلفی که هست و این مبلمان شهری یا تبلیغات محیطی خیلی اثرگذار هست توی نگاه مخاطب و اون استفاده‌ای که از شهر می‌بره و حالی که توی از زندگی توی شهر به هر حال نصیبش میشه. یه انتقادی که همیشه بود این بود که یا
مدیرانش، یعنی مدیری مجموعه مدیریت شهری، این تبلیغات رو خیلی سلیقه‌ای و برای یک طیف خاص صرفا در نظر دارن، مثلا مناسبت خاصی، مثلا اقدامات یک جریان خاصی، یا عملا هیچ کار خاصی نمی کردن. یعنی یه رویه روتین تکراری که مثلا دوره قبلی مدیریت شهری همیشه این انتقاد بود، بعد از اون دوره‌ای که شاید من از خیلی از کسانی که به حال تو فضای مدیریت شهری اطلاع دارن صاحب نظر هستن، خب مدیریت دوره قالیباف جز دورانهایی بود که تبلیغات محیطی حداقل یه رشد عجیب غریبی داشت و شاید دوره شکوفاییش بود تو مدیریت شهری. ما دیدیم این بیلبورد هایی که الان شاید خیلیاش توی چشم هست، مثلا اتفاقاتی میفته از اون دوره اساسش گذاشته شد. تو دوره قبلی این یه مقداری فروکش کرد، این فضاها نبود. این دوره دوباره داریم رگه هایی از اون ایامی که مورد اقبال مردم بوده رو توی بحث تبلیغات محیطی میبینیم. آیا شما هم نگاهتون این شکلیه که محدود به یک طبقه خاصی تبلیغات محیطی رو انجام میدید یا زیباسازی شهر رو انجام میدید، یا نه برای همه شهروندها این تولید صورت میگیره؟ بله، طبیعتاً در شهر تهران شهروندان با نگاه ها و سلایق گوناگون زندگی میکنن و ما هیچ وقت این حق رو نداریم که سلیقه خودمون رو یا طرز تفکر خودمون رو بخوایم تحمیل کنیم به همه شهروندان. بله. اما این به اون معنی نیست که مواضع خودمون رو نگیم. من با افتخار اعلام میکنم که بله، سازمان زیباسازی تلاش کرده در این یک سال و اندی که زبان گویای انقلاب اسلامی باشه. بله. ولی این به این معنی نیست که ما سایر سلایق رو نبینیم. به هر حال تو انقلابی بودن هم ما لحن و لهجه های مختلفی داریم. بله. میشه به چندین روش گفت و خیلی موقع ها برخی از مفاهیم شاید در ظاهر پوسته انقلابی نداشته باشه، اما دقیقا هسته انقلابی داره که میتونه به اهداف کمک کنه. اینو نباید کتمان کرد که خیلی ها عملکرد سازمان رو به امثال منی که دارن کار میکنن با این محک قضاوت میکنن. حال به حال من یک مختصاتی دارم، یک نگرشی دارم که حالا بر خیلی ها پوشیده نیست و میگه خب طبیعتا وقتی مثلا صیادی مدیر عامل این سازمانه، این بیلبورد رو هم میاد خلاصه روی ذهنیت هایی که از من شناخت دارن یا جریان سیاسی که ما منتسب بهش هستیم تحلیل میکنن. خب ما در این یک سال و اندی اخیر خیلی کارا کردیم که اتفاقا اومد رو سلیقه عموم شهروندان سوار شد. من مثال براتون بزنم، سال گذشته دهه فجر، بله، ما یه پویش رو رفتیم به عنوان پرچم افتخار و شعارش این بود که به این پرچم افتخار میکنم. خود در دهه فجر شما میدید به شکل سنتی یه سری تصاویر از دوران انقلاب اسلامی بر شهر نصب میشد. ما حالا البته سعی کردیم که اون قبلی ها رو هم حفظ کنیم چون به هر حال خود اون تصاویر هم کار کرد داره، اما پویش پرچم افتخار رو بردیم به سمت یک سری چهرهایی که برای مردم مقبولیت دارند و اونها بگن به این پرچم افتخار میکنن. اون این اقدام متفاوتی بود که مثلا ما از پروفسور حسابی، از مرحوم محمد نوری بخوایم که در دهه فجر بیلبورد توی تهران نصب کنیم، یا از خیلی ورزشکارا، حتی بازیگران کار کردیم. نمونه دیگه ای که میتونم براتون مثال بزنم هفته کتاب و کتابخوانی بود و ما یه سری کتاب معرفی کردیم، اما یه عده اومدن فقط اون همطیفا رو دیدن که به حال یک سویه قضاوت کرد، در صورتی که ما توی هفته کتاب رو همین تهران از جلال آل احمد، از سیمین دانشور، از بزرگ علوی، از بلقیس سلیمانی، از محمد صالح اعلی و خیلی های دیگه ما معرفی کتاب داشتیم که واقعا شاید توی دوره قبل از ما اتفاق نمی افتاد. شاید مکرر من بتونم مثال بزنم از این دست اتفاقات. ما هم سال گذشته هم امسال برای سالروز حادثه هواپیمای اوکراینی تبلیغات محیطی مفصل رفتیم. وقتی مثلا یکی از مفاخر ادبی ایران مرحوم ابتهاج به رحمت خدا رفت، ما نه تنها براش واکنششون دادیم
که اون روز اعلام کردیم که ما سردیس مرحوم سایه رو از 40 روز قبل از فوت ایشون شروع کرده بودیم ساخته بودن، شروع کرد به ساختن. یعنی اون روزی که ایشون به رحمت خدا رفت، ما مدلاژ سردیس مرحوم سایه رو عکسش رو منتشر کردیم، چون مثلا از شاید 40 روز 50 روز قبل از فوت ایشون کار استارت بود. خیلی از اتفاقاتی که به حال و غیر از اون، خیلی از اتفاقات هم شاید در ظاهر بگیم وجهه سیاسی یا انقلابی داره، ولی اتفاقا عموم مردم لذت میبرن. من مثال بزنم براتون، ما سال گذشته در هفته‌ای که مزین به نام مادران شهدا بود، عکس تعدادی از مادران شهدا رو توی شهر نصب کردیم. بله. مثلا آقای حسام الدین آشنا هم توی توییترش از این موضوع تقدیر کرد. یا همین اخیراً ما پویش بزرگ ایران ما رو داریم، شاید بزرگترین پویش این یک سال و اندی اخیر بوده، کاملا اومد روی یک اتفاق ملی که میاد روی وطن و اون عرق ملی همه ما با هر نگاه و با هر سلیقه‌ای، به هر حال همه بر وطنشون اشتراک نظر دارن. این اتفاق افتاد که اونم الحمدلله مورد تحسین واقع شد. ما این قسمت رو داریم، اما روزی هم که لازم باشه از انقلاب اسلامی دفاع کنیم لکنت نخواهیم داشت. یعنی تو این حوزه به این معنا نیست که بخوایم تساهل کنیم در دفاع از انقلاب. معتقدیم که باید درست از انقلاب دفاع کنیم. و حتی مثلا من یادم میاد برای میلاد امیرالمومنین سال قبل ما یه پویشی رفتیم به نام این میز بگذرد، که جملاتی رو خطاب به مسئولان کشور نوشتیم. برای ایام رحلت حضرت امام باز همین کار رو کردیم، یک تیترایی از فرمایشات امام خطاب به مسئولان گذاشتیم، چون این رو در راستای تقویت انقلاب اسلامی میدونستیم. اون روزی که لازم شد دیدیم به پرچم ما دارن اهانت میکنن، اتفاقا پرچم ایران رو در تبلیغات محیطی بالا بردیم. اون روزی که احساس کردیم یک عده میان و در حوزه عزاداری سید الشهدا علیه السلام برنامه واسه تخریب دارن، پرقدرت تو حوزه محرم وارد شدیم و گفتیم که امام حسین هم اتفاق اون چیزی که همه ایرانی ها روش اشتراک نظر دارن. سعی کردیم که هم حرفمونو بدون لکنت بگیم و هم این رو مدام به خودمون گوشزد کنیم که لهجه و لحنمون باید اون چیزی باشه که سلیقه عامه مردم و عموم شهروندان تهرانیه. دقیقا. چون به این نکته اشاره کردید که همه شهروندان تهرانی و همه مردم مورد نظرتون هستن، میخوام بدونم توی همین نکاتی که عرض کردید و همین ایده هایی که داشتید برای مناسبت های مختلف، چقدر مردم دخالت داشتن؟ یعنی پل ارتباطی بین شما و مردم و شهروندان تهرانی مشخصاً بوده که مثلا توی یک مراسمی توی یک کاری شما فراخوانی داشته باشین یا مردم به صورت خودجوش مراجعه کرده باشن و ایده ای داده باشن به شما؟ یکی از رویکردهای ما در سازمان اساسا مردمی سازیه. بله. و حالا نه تنها در حوزه تبلیغات محیطی، در بسیاری از حوزه‌هایی که به سیما و منظر شهری ارتباط داره تلاش ما برای اینه که مشارکت مردم کار کنیم. مثالی که میتونم براتون بزنم، ما مثلا برای اول مهر یه طرحی داشتیم که 120 تا دیوار مدرسه رو با مشارکت دانش آموزان همون مدرسه دیوارش رنگ‌آمیزی کنیم. خیلی اتفاقات جذاب و تصاویر بکری هم از اون موقع به جامون. تصور کنید که مثلا ده ها دانش آموز اومدن خودشون دارن قلم برداشن، بعضا دستاشون رو رنگی میکنن و با کمک یک استاد دیوار مدرسهشون رو نگه رنگ میکنن. خیلی جالبه که خیلی از این مدارس تو این ایام اختشاشات اخیر که به هر حال شعار نویسی بود و برخی از اتفاقات میافتاد، اتفاقا کمترین گزند رو داشت، چون دانش آموزان همون مدرسه خودشون صیانت میکردن از این دیواری که اومده بودن با جون و دل کار کرده بودن. این اتفاق رو شب یلدا با تکرار کردیم دوباره با رویکرد دانش آموزی. یا یک کاری که به شکل عرض کنم که یه پویشی محرم امسال یک سوگواری به عنوان نشان عاشقی برگزار کردیم که مردم اومدن تیغه های علامت رو با مفاهیم عاشورایی عرض کنم زینت دادن و اینا توی شهر نصب شد. طبیعتا خیلی موقع ما هر جایی که احساس کنیم
مردم میتوانند و بستر مشارکت مردم فراهمه، چون یکی از سیاست های اصلی ماست، حتما این کار رو انجام میدیم، کمان که حتی در خیلی از مناسبت های عمومی هم ما همین تابلوهای تبلیغاتی و فراخوان عمومی میدیم و بسیاری از مردم و بسیاری از گرافیستا و بسیاری از کسانی که علاقه دارن توی این حوزه کار کنن میان مشارکت میکنن و اینها رو هم ما شئونی از مدیریت مردمی میدونیم. دقیقا. به ایام اغتشاشات اشاره کردین، فکر میکنم یکی از جاهایی که خیلی متضرر شد توی این ایام به خاطر حالا همین ویترین بودن و در دسترس بودن خروجی هاش و فعالیت هاش سازمان زیباسازی بود. دو سه تا سوال، دو سه تا نکته است. اول اینکه از لحاظ مادی چقدر متحمل ضرر شدید توی این ایام، یعنی چقدر آسیب خورد سرمایه های سازمان زیباسازی، و نکته دوم اینکه چه اقداماتی برای این ایام شد حالا تو هر زمینه ای، و سوم اینکه کدوم مناطق بیشترین یعنی ضررها رو کجاهای تهران داشتید، کدوم مناطق تهران بود؟ به هر حال تو این مدت کشور به خاطر اتفاقاتی که افتاد متضرر شد خیلی، چه در حوزه مادی چه در حوزه های به هر حال افکار عمومی. و اونجا یکی از نقاط بزنگاهی بود که بعد به نظرم همه کسانی که دل در گروه انقلاب اسلامی داشتن با صراحت می اومدن و دفاع می کردن. به هر حال خب سازمان زیباسازی هم مثل خیلی از بخش‌ها ضررهای متحمل شد، ولی خب الحمدلله با مشارکتی که شرکت‌های تبلیغاتی داشتن و همتی که به هر حال حاصل شد در جبران این خسارات، الحمدلله خیلی پیش رفتیم و فکر می‌کنم که دیگه خیلی مشکل خاصی نباشه. به شرکت‌های تبلیغاتی و اینها اشاره کردید، پروسه انتخاب و اینها به چه صورته؟ یعنی شرکت‌ها یا از پیش تعیین شدن، شرکت‌های خاصی هستن، بحث شفافیتشون به چه صورته، و اینکه خود شهرداری این تولیت رو چجوری انجام میده؟ یعنی خود سازمان زیباسازی یا برون سپاری میکنه، خودش مجریه؟ خب این قانون برای ما تعیین تکلیف کرده، قانون شورای شهر اعلام میکنه که سازهای تبلیغاتی توسط سازمان زیباسازی از صرفا از طریق مزایده عمومی واگذار میشه یک ساله، که حالا تا سه سال با تشخیص سازمان قابل تمدیده. همه شرکت هایی که امروز در بازار تبلیغات محیطی کار میکنن از طریق مزایده عمومی و در شفافترین حالت ممکن، من به جرات میتونم بگم که یکی از سازمان هایی که شفافیت رو بسیار دقیق داره اجرا میکنه سازمان زیباسازی، چون ما وقتی مزایده برگزار میکنیم دوربین های دستگاه نظارتی هست، خود شرکت های تبلیغاتی نمایندگیشون مستقیم مزایده ها رو میبینن، ارقام اعلام میشه، قراردادها شفافه. و خب شرکت های تبلیغاتی هم الحمدلله به دلیل اینکه کسب و کارشون و اقتصاد شرکت هاشون بر مبنای اجاره دادن این تابلوهای تبلیغاتی میگذره، خدا رو شکر خیلی خوب تونستن این تابلوها رو پویا نگه دارن و یکی از نقاطیه که واقعا میشه نقش مشارکت بخش خصوصی رو به عینه درش دید. هر قد که دولت و حاکمیت و دستگاه های حکومتی تأثیر و نقش خودشون رو مخصوصا در بخش اقتصادی کمتر کنن و صرفا سیاست گذار باشن، حتما نفع بیشتری میبینن، که یکی از این مظاهر حتما در حوزه تبلیغات محیطی و مزایده تابلوهای تبلیغاتی است. سوال آخرم هم، خیلی وقت تام نگیریم، می‌خواستیم بریم، 20 دقیقه رفته از گفتگومون. دخل و خرج سازمان چجوریه؟ یعنی الان نمیدونم چقدرش رو میتونید بگید، هر چقدر دیگه قابل بیان هست، چون فکر می‌کنم جاهایی که درآمدش باید خوب باشه به خاطر همین تبلیغات محیطی که داره بیلبورد خاصی که تو شهر هست. این سوال ما همیشه صدا سیمایی و بازرگانی شما میپرسیم، شما چقدر میگیریم واسه دقیقای تبلیغیتون؟ الان از شما می‌خوام بپرسیم که این تعرفه گذاری ها به چه صورت هست، اگر میشه عدد و رقمی هم داد، هم درباره درآمدها، اینکه فکر می‌کنم این مزیت شهرداری دیگه که ما همیشه میگیم آقا
باید یک سری درآمدهای پایدار داشته باشی، که تبلیغات یکی از این درآمدهای پایداریه که شهرداری میتونه داشته باشه. چقدر درآمد داره، چه تغییری نسبت به گذشته کرده این درآمدها، و مبنای تعرفه گذاری ها چجوریه؟ الان مثلا گرونترین بیلبورد تهران کجاست، پایین ترین قیمتش کجاست؟ عرض کنم محضرتون که خب قیمتی که ما تو مزایده واگذار میکنیم یک بخشه، قیمتی بله. که شرکت ها به مشتریاشون میدن بله. بحث دیگریست. خب طبیعتا شرکت های تبلیغاتی تعداد زیادیشون به دلیل اینکه کمپین تبلیغاتی طراحی میکنن و این سازه های محیطی هم بخشی از اون کمپین بله. میشه، شاید نشه مثلا عدد بیلبورد رو توش تشخیص داد، چون اونا به اصطلاح باندل میکنن و یک مجموعه از کمپین تبلیغاتی رو میدن، توش تیزر تلویزیون داره، دیجیتال داره، تبلیغات محیطی هم داره، مثلا با قیمتی انجام میشه. ولی خب درآمدهایی که ما در سازمان تونستیم کسب کنیم الحمدلله یکی از نقاطی که شاید روزهای اول میگفتن که شما اگه سازمان رو فرهنگی اداره کنید باعث میشه که فضای تجاری مورد خدشه وارد چه و آسیب ببینه، خدا رو شکر اتفاقا این نقطه قوت ما بود و درآمد همین امسال ما نسبت به سال گذشته و نسبت به اون پیشبینی که خودمون داشتیم بسیار بیشتر شده، با اینکه امسال سال سخت تبلیغات بود و به هر حال در حتی همین شش ماهی دوم سال از ابتدایمه به هر حال شرایط سخت‌تر هم شده بود، اما ما نسبت به سال گذشته 150% افزایش داشت درآمدهای سازمان و نسبت به پیشبینی درآمد امسالمون هم رشد داشت، با اینکه پیشبینی بالا دیده بودیم. دلیلش هم اینه که به هر حال ما سعی کردیم شفاف کار کنیم، سعی کردیم که همه مناسبات رو به نفع شهرداری و به نفع سازمان برگردونیم. منافع به هر حال ممکنه که برخی گروه ها کمتر شد و شرکت های تبلیغاتی واقعا به عنوان شرکای تجاری ما اومدن و همراهیمون کردن و الحمدلله میتونم بگم که سازمان از نظر تجاری و اقتصادی هم شکر خدا کارنامه قابل دفاع و قابل قبولی داره. بسیار عالی، الحمدلله. بزرگ بای سلامت باشین. من حالا سوال خاصی ندارم، یه سوال دیگه داشتم که چه برنامه‌ریزی تو واسه آینده، چه منابع درآمدی جدیدی پیش می‌بینی، که این کار خاصی توی برنامه‌ریزی آینده‌تون هست یا نه، خصوصا که الان نزدیک ایام نوروز هم هستیم، احتمالاً بلد. شما برنامه‌ریزی خاصی باید داشته باشید، اگر که به این سوالم جواب بدید و خودتون جمع‌بندی اگر دارید. بزرگ بای خب ما از الان به بعد چون وارد دوران شلوغ کاری شدیم، بلد. هم دهی فجر رو در پیش داریم، هم عرض کنم محضرتون که دیگه استقبال از بهار رو داریم و ماه مبارک رمضان رو داریم و قبل از اینها نیمه شعبان و ولادت حضرت ولی است از جلال الله، خب اینها باعث میشه که یه بخشی از دوباره کارهای مناسبتی ما حجمش بره بالاتر و خب برنامه مفصلی داریم که انشالله بتونیم حال و هوای شهر رو در همه این مناسبت ها تغییر بدیم. اما خب غیر از اون برای سال آینده پروژه بزرگی انشالله سازمان در نظر داره که انجام بده، یکی از مهمترین پروژه‌هایی که امیدوارم به لطف خدا بتونیم سال دیگه تا حدی پیش ببریم موضوع ورودی‌های تهرانه، که حتما انشالله بنا داریم که با تأکیدی که آقای زاکانی داشتن یکی از ورودی‌های تهران رو به شکل متمرکز شروع کنیم کار کردن و یکی از نمادهای شهر تهران باشه. به حال اولین مواجهه شهروند با یک شهر همون نمایی که در ورودی باهاش مواجه میشن، که انشالله این کار رو هم داریم انجام میدیم و از شما هم تشکر میکنم، از مخاطبان شما هم تشکر میکنم و دعا میکنید که انشالله عاقبت بخیر بشه. امید خدا انشالله که همینطور باشه. تشکر میکنم از شما، آرزوی توفیق دارم برای شما و باقی دوستانی که توی سازمانه زیباسازی شهرداری تهران هستن. قربان شما، سلامت باشید. از همه مخاطبین اون هم تشکر میکنم بابت همراهیشون. خدا نگهدار.